اگه دوست داری سه بعدی سازی خطی تو کالیگرافی رو یاد بگیری، تو این آموزش تا انتها همراه من باش. سلام، من الهه میرافزل هستم و تو این قسمت میخوام بهتون سه بعدی سازی خطی کالیگرافی رو با یه زمینه خاص آموزش بدم. اگه تا حالا منو سابسکرایب نکردی، بهت پیشنهاد میکنم منو سابسکرایب کنی، چون آموزش های رایگان کالیگرافی و نقاشی رو تو این کانال میذارم که با یاد گرفتنشون میتونی به درآمد برسی و کلی سفارش بگیری یا برای خودت کلی تابلوهای قشنگ و خاص بکشی. برای این آموزش من از یه زمینه خاص و زیبا استفاده میکنم. انتخاب رنگ زمینه کاملا سلیقه‌ایه و شما میتونید هر رنگی که دوست دارید انتخاب کنید. من رنگ زمینه رو یه سبز روشن میخوام بزنم که روش رو اون طرحی که میخوام انجام بدم. من برای زمینه ابتداییم از رنگ سبز، سبز آکوا و زرد و اوکر استفاده کردم و رنگ ها رو روی بوم میریزم و با قلموی زمینه روی زمینه بوم قاطی میکنم. اگه شما در ابتدای کار هستید و نمیتونید رنگتون رو روی بوم مخلوط کنید، بهتره رنگ ها رو رو پالت بریزید و با کاردک مخلوط کنید، بعد از رنگ مخلوط شدتون روی بوم استفاده کنید. اگه قلموتون روی بوم خوب حرکت نمیکنه و نمیتونید خوب رنگ کنید، بهتره روی بومتون آب اسپری کنید. دیوارهای کناری بوم رو هم حتما رنگ کنید تا اگه نخواستید قاب بگیرید یا از قابهای استفاده کنید که دور کار مشخص است، کارتون تمیز و زیبا باشه. بعد میذاریم زمینه کارمون خشک بشه و وارد مرحله بعد میشیم. تو مرحله بعد ما میخواییم از رنگ سبز پررنگ استفاده کنیم و این رنگ رو با استفاده از قلتک روی بوم میزنیم. برای این کار ما رنگ رو روی پالت میریزیم و قلتک رو روی رنگ خوب قلت میدیم تا کل قلتک رنگی بشه. بعد یکم زهر قلتک رو میگیریم و خیلی آروم روی بوم میکشیم. فقط باید حواستون باشه که قلتک رو اصلا نباید روی بوم فشار بدید. از هر دو طرف قلتک رو روی بوم بکشید که رد قلتک روی بوم باقی نمونه. کناره‌های بوم رو هم فراموش نکنید که قلتک بکشید. وقتی کل زمینه رو با قلتک طرح انداختید، میذارید کارتون خشک بشه و وارد مرحله بعد میشیم. برای کالیگرافی با ورق طلا ما از چسب ورق طلا استفاده میکنیم. فقط نکته‌ای که باید رعایت کنیم اینه که چسب رو باید با آب یا هر ماده پای آب دیگه مخلوط کنیم که غلظتش زیاد نباشه و مجبور نشیم دو سه لایه ورق طلا روی کار بچسبونیم و کارمون اون ظرافت و زیباییش رو از دست بده. من برای اینکه شما بتونید وقتی کالیگرافی میکنم ببینید، از رنگ اکریلیک مشکی استفاده کردم و با چسب مخلوط کردم و یکم هم آب ریختم که غلظتش زیاد نباشه و قلمو راحت بتونه روی بوم حرکت کنه. از بوم با ابعادهای مختلف و دلخواه میتونید استفاده کنید و کالیگرافی رو روش انجام بدید. من از بوم 40x60 استفاده کردم و برای خط کشی هم 5 سانت از بالا و پایین و 4 سانت از طرفین فاصله گذاشتم. فاصله بین خطوط هم که میخوام توش کالیگرافی با ورق طلا رو انجام بدم 6 سانت در نظر گرفتم که بتونم تو 5 خط کالیگرافی با قلم و روی بوم رو انجام بدم. در حین کالیگرافی شما از هر اتصالی که سلیقه‌تونه و به طرحتون میاد میتونید استفاده کنید و این فرم ها و اتصالاتی که من تو این کالیگرافی استفاده کردم انتخاب منه و شما میتونید اونو تغییر بدید. وقتی کالیگرافی با چسب ورق طلا تموم شد، حدود 5 ساعت به حیث زمان میدم تا کامل خشک بشه و فقط حالت چسبندگی داشته باشه. بعد ورق طلاها رو آروم و صاف روی بوم میذارم و با یه تیکه اسفنج نرم روش آروم ضربه میزنم تا کامل بچسبه و یکم زمان میدم تا خوب به چسب ورق طلا بچسبه. بعد با اسفنج یا هر وسیله دیگه روی ورق طلا میکشم تا اضافاتش بریزه و وارد مرحله بعد میشم. توی این مرحله میخوایم طرحمون رو سه‌بعدی خطی کنیم. برای این کار من میخوام خطوط کالیگرافی ورق طلا به صورت پله‌ای و خطی روی هم بیاد. برای همین این سایه رو باید از خط دوم کالیگرافی شروع کنم. از یه قلموی نرم و یه تیک اسفنج نرم برای این کار استفاده میکنم و رنگ اکریلیک رو با یکم آب مخلوط میکنم تا رقیق بشه
بعد با قلمون رنگ رو روی خط میکشم و تا جایی از سطر که میخوام سایه داشته باشه به صورت سایه روشن ادامه میدم و با اسفنج انتهای کار رو فید میکنم. هر جا که احساس میکنید کار فیدتون انجام نمیشه، اسفنجتون رو یکم خیس کنید. فقط نکته‌ای که باید بهش توجه کنید اینه که کار سایه زدن رو باید به صورت تیکه تیکه انجام بدید تا کارتون خشک نشه و بتونید فید رو انجام بدید. یعنی اگه قسمت‌های بزرگ رو رنگ کنید نمیتونید کارتون رو خوب فید کنید چون رنگتون خشک میشه. این روش سه‌بعدی سازی که بهتون آموزش دادم یکی از روش‌های سه‌بعدی سازی تو کالیگرافی است که تو آموزش‌های بعدی سه‌بعدی سازی محدب و مقعر تو اشکال هندسی مختلف رو بهتون آموزش میدم. اگه از این آموزش خوشتون اومد اونو لایک کنید و نظرات و سوالاتتون رو حتما برام کامنت کنید و اونو با بقیه دوستای هنرمندتون به اشتراک بذارید.